Production and processing of sneakers, marble stone, packaging machinery, plastic tableware, and agricultural equipment. سلام. اینجا کارخانه تولید ادوات کشاورزی مونه. با ما همراه باشین تا با مراحل تولید محصولاتمون بیشتر آشنا بشین. طراحی و ساخت ماشین‌آلات کشاورزی از یک سری مراحل تشکیل شده که در واقع مرحله اولیه این اقدامات تأمین قطعات در واقع مرحله اول کار ما هسته. بعد از قسمت تراشکاری، قسمت قالب‌سازی هستش، برشکاری هست و بعد از در واقع یه مجموعه از پکیجینگ، پرسکاری، آبکاری، یه سری در واقع کامپکت ها وارد مرحله مونتاژ دستگاه میشه. بعد از قسمت تراشکاری و در واقع قالب‌سازی دستگاه ها، قطعات ما، قطعات اولیه همون که تعمیر شد، وارد قسمت جوشکاری CO2 و سوراخ‌داری قطعات منظومات دستگاه میشه. بعد از ساخت مخزن دستگاه و یه سری قطعاتی که نیاز داره به رنگ کوره‌ای، مخزن‌ها و قطعات وارد مخزن رنگ کوره‌ای ما میشه. پس از تهیه کامل و تعمیر شدن به صورت جزئی قطعات، در واقع وارد مونتاژ کاری میشه. دو تا خط مونتاژ هست و هر دستگاهی طبق سفارش خودش ما وارد مونتاژ دستگاه میشه. بعد از اینکه دستگاه در خط مونتاژ به مراحل انتهایی میرسن، دستگاه همین مثل همین دستگاهی که در واقع مشاهده میکنید، دستگاه در واقع تکمیل شده است. یه تستر دستگاه داریم که در واقع دستگاه رو ما تست میکنیم که در واقع حالت عملی رو داره که دستگاه در سر مزرعه داره کارش رو انجام میده. به نام خدا. سلام به کارخانه تولید ظروف پلاستیکی ما، خیلی خیلی خوش آمدید. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم. ما اینجا انواع ظروف پلاستیکی رو تولید میکنیم که با کیفیت بسیار بالایی تولید میشه و حدود 250 نوع محصول رو در اینجا تولید میکنیم. با من همراه باشید تا با محصولات ما آشنا بشید. خب همونطوری که میدونید لازمه کیفیت بالای هر محصولی مواد اولیه اون محصوله که ما اینجا برای همه محصولاتمون از مواد اولیه پپه استفاده میکنیم که از کیفیت بسیار بالایی برخورده. همونطوری که ملاحظه میکنید این سبد علارغم استحکامی که داره، انعطاف پلاستیک هم درش دیده میشه و مشخصه که از چه مواد با کیفیت تهیه شده. خب این قسمت سطح‌های زباله‌مون تولید میشه که همونطور که ملاحظه میکنید از کیفیت بسیار بالایی برخورداره، در تصویر مشهود است. البته که تمام اجزای این محصولات جدا جدا تولید میشه که حالا این سطح زباله رو بخوام براتون مثال بزنم، نهایتاً به این شکل در میاد که تمام اجزای این سطح جدا تولید شده و در قسمت اسمبلمون روی هم سوار شده. اینجا بخش اسمبلمون هست. همونطوری که توی بخش قبلی ملاحظه کرده بودیم، محصولات به صورت تک تک تولید میشن و توی این بخش مونتاژ و اسمبل میشن تا به محصول نهایی برسیم.
خب با سرویس آینه‌مون در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطوری که ملاحظه می‌کنید محصول اولیه به این شکل هست که یکی از ویژگی‌های خوبی که این محصول داره آتاژوری است که داره و جای مایع و صابونی که اینجا تهیه شده که مراحل تولیدون به این شکل هست که توی مرحله دوم مونتاژ به این شکل در میاد و محصول نهایی رو به این شکل میتونیم ببینیم. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کارخونه تولید ماشینالات بسته‌بندی ما خوش اومدید. با ما همراه باشید تا روند تولید این ماشینالات رو با هم دیگه ببینیم. خب، اومدیم خدمت جناب مهندس شیخ بهایی، مدیر تولید این کارخونه. و با توجه به توضیحاتی که ایشون دارن میریم که روند تولید این ماشینالات رو با هم دیگه ببینیم. این قسمت ساخت اسکلت‌های اولیه است. یعنی سفارشی که الان ما داشته باشیم اول نقشه‌ها میاد اینجا، بر اساس اون سفارش دستگاه‌ها تولید اولیه‌اش اینجا انجام میشه. بعد از اینجا میره برای رنگ و بعد از رنگ میاد روی قسمت مونتاژ نهایی. این قسمت تراشه که قطعاتی رو که نیاز داریم با نقشه هایی که الان داره میاد الان برای تراش شدن و بعد میره آب کروم که آماده برای نصب روی دستگاه هاش. بعد از شاسی سازی و رنگ میره رنگ، بعد از رنگ میاد داخل این سالن. قطعاتی رو که قرار هست روی این سوار بشه بر اساس سفارشی که الان هست، حالا یا مایعات یا پودر و یا گرانول، روی این سیستم ها سوار میشه که اینها یا روکش استیل کشیده میشه بر اساس نیازی که سفارش که هست و تابلو برق سوار بشه و حرکت بکنه. گرد نهایی بعد از اون میاد آماده یه تست میشه، قبل از اینکه از کارگاه بره بیرون تست نهایی میشه. بعد از مونتاژ نهایی میاد تست نهایی میشه و تست که الان انجام بشه که نهایتاً بدون مشکلات خاصی نداره آماده بارگیری میشه برای سفارش که هست. ما خوشبختانه تمام قطعات رو سعی کردیم ایرانی باشه و همش ساخت خود ماست، به جز این هایی که اجتناب ناپذیر باشه که اون تعدادش 1% بیشتر نیست، ولی تماما ساخت خود ما هست که خریداری که الان دستگاه ها رو خریداری میکنه برای قطعات مشکلی رو برش پیش نیاد. ما گنجایش این رو داریم که بر اساس نیازی که الان هست و سفارشات که باشه تولیدات رو انجام بدیم. این دستگاه برای اولین بار تو ایران ساخته شده است. سیستم دوخ آرتورسونیک است که برای بسته‌بندی های ساشه‌ای که بخواد پارچه های اسپان باند باشه با این دستگاه امکان بسته‌بندی داره که برای اولین بار تو ایران توانستیم این رو بسازیم براشون و مورد استفاده هم اکثرا برای جمع‌آوری خونابه های بیمارستانی و کارتون های گوشت که خونابه داره استفاده میشه. با سلام، وقتتون بخیر. همونطور که مشاهده میکنید امروز اومدیم توی یکی از معادن سنگ مرمریتمون. توی این معدن واقعیتش دو تا پیمانکار و خود شرکت معدنی داره در حال فعالیت هست و روش معدن روش پلکانیه. سنگ مرمریت کرم، هم صادرات خوب و هم از لحاظ داخلی معدن سنگ خوبی داره. معدن داره پتانسیل زیادی هست، مخصوصا برای که دو تا کارگاه دیگه اضافه بشه که استخراج ما در واقع در سالهای آینده انشالله که بیشتر بشه.
سلام، اومدیم یکی از کارخونه‌های تولیدی کتونیمون، بریم با هم دیگه خط تولید رو ببینیم، با ما همراه باشید. در خدمت آقای عبادی هستیم، یکی از همکارامون. آقای عبادی لطفاً مراحل تولید رو به ما از صفر تا صد نشون بدین. با سلام خدمت دوستان عزیزم، قسمت کفاشی شروع کارش از قسمت برشه. بعد از اینکه تیغ‌ها انتخاب شد و آماده شد، تو این قسمت برش شروع میشه. بعد از اینکه برش میاد اونجا، پارچه هایی که احتیاج به TPU چسبون نداره، مثل آسیکس، نایک، ریبوک، میزونی یا هر مدل های دیگه، اینجا میاد اون شکل واقعیش میگیره. TPU های حرارتی بعد از لیزر خوردن میاد اینجا روی این کلیسه ها، همه اینا زده میشه و داخل اون قدک های حرارتی گذاشته میشه که فرم کفش به صورت طولانی مدت پایدار میمونه. بعد از اینکه کارا TPU خورد و رفت خیاطی، از خیاطی اومد دوخت کامل شد، میاد تو این قسمت رویه به کف دوخته میشه، اصطلاحا میشه اشتروبر. بعد از اینکه کارا کفتوزی شد، اشتروبر شد، میاد اینجا نسبت به سفارشی که داریم از اینجا شروع میکنیم تولید و تزریق و اینجکشن رو. اینجا اول بخار میدیم، بعد اینکه بخار دادیم، چون باید قدک های داخلش نرم بشه درست که فرم بگیره، میاد اینجا شروع میکنیم به قالب زدن و چکشکاری کردن. بعد از اینکه چکشکاری شد، میره تو قسمت اوون خوش میشه که بتونه آماده بشه برای تزریق. این قسمت دو مرحله ما تزریق میکنیم. یک مرحله رنگ اول رو میریزیم با یه دانسیته سفتر، مرحله دوم رنگ بعد با دانسیته یه مقدار نرمتر، که چون تو دو مرحله تولید میکنیم این کفشو، احتمال شکستن زیرش خیلی خیلی کمه. آره. بعد از اینکه کار تولید شد، تزریق شد، موقع تزریق یه پلیسای رنگ اول دوم میشینه، میاد توی این قسمت دورگیری میشه. بعد از این قسمت میره رو خط بسته‌بندی، پلیسه‌هاش، اضافه‌هاش، بندگذاری، کف‌گذاری، سایز، یه کنترل کلی میشه. بعد میره داخل جعبه و بسته‌بندی و ارسال.